بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما شما نصف برنامه کویک بوکس است. خب برای نصف برنامه کویک بوکس در کامپیوتر ما شما، ما در روی دسکتاپ خود یک فولدر دارم به نام کویک بوکس سیتاپس. این را دبل کلیک میکنم، این را باز میکنم. کویک بوکس، سافتویر کویک بوکس که از شما میتونیم در بازار در سی دی فروشی او را پیدا کنیم. کویک بوکس ورژن های مختلف داره، ایدیشن های مختلف داره. ورژن 2010 است، 2008 است، 2009 است، 2012 است، 13 است، 14، 15، 16 و ایدیشن های مختلف است. اول ایدیشنی که ما و شما میخوانیم به نام کویک بوکس انترپرایز سلوشن ایدیشن است. کویک بوکس انترپرایز سلوشن اینمی ایدیشن ها میخوانیم و ورژن کویک بوکس که ما شما میخوانیم ورژن 2015 است. اصلا ما شما باید ورژن 2016 را میخوانیم. ما چندین دفعه ورژن 2016 را در کامپیوتر خود نصب کردیم. باز در جریان تدریس ما که اصلا خود برنامه کویک بوکس یک مشکل پیدا کرد که بعضی کارها را انجام دادن نمیتونست. مثلا وقتی که ما کمپانی رو جور میکردیم، خود برنامه کویک بوکس هنگ میشد، کار نمیکرد، یعنی کمپانی جور نمیشد یا کمپانی باز نمیشد. پس به من خاطر ما شما چی میکنیم؟ ورژن 2015 رو نصب میکنیم و درسای خود پیش میبریم. خب باید بگویم که ورژن 2015 و ورژن 2016 اصلا بسیار تفاوتی کم داره. اگر بگویم که اصلا تفاوتی نداره هم درست است، یعنی بسیار کم تفاوت داره. اگر دوستای اگر شما دوستا اگر کویک بوک 2015 رو نصب کرده باشین یا کویک بوک 2016 رو نصب کرده باشین یا دیگه کار کرده باشین، شما ببینید بسیار یک تفاوت ناچیزی وجود داره بین ازو یا اصلا تفاوت وجود نداره. خب ما شما چی میکنیم؟ امروز در کامپیوتر خود کویک بوکس انترپرایز سولوشن 2015 ورژن نصب میکنیم. برای نصب برنامه کویک بوکس بالای اینمی فولدر دابل کلیک میکنیم و داخلی فولدر که یک فایل است به نام سیتاپ، ای را دبل کلیک میکنیم. وقتی که ای را دبل کلیک کنیم در اینجا برای ما میگه که نیکس کلیک کو که امی پروسی انستالیشن پیش بره. من نیکس کلیک کردم. علی بعضی از فایل هایی که ضرورت است به کامپیوتر ما شما چی میشه؟ اکسترکت میشه، کپی میشه. بعد از اینکه فایل ها در کامپیوتر ما شما اکسترکت شد، به این شکل یک ویندوی دیگه باز میشه برای ما. به این شکل یک ویندو باز میشه و برای ما یک خوش آمدید میگه، ویلکم تو کویک بوکس. و بعد از او ما شما نیکس کلیک میکنیم و وقتی که نیکس کلیک کردیم در این قسمت یک تعهدنامه است از طرف خودی کمپانی اینتیوتس. بعد از پیش ما شما تعهد میگیره که این تعهد بسیار نوت هست، شما بخوانین نخوانین کدام مشکل نیست. خب ما چی میگم؟ ما میگم که بیادر ما موافق هستم امراید و میخوام که برنامه کویک بوکس در کمپیوتر خود نصب کنم. در اینجا میگم برش امی I accept the terms of license agreement، اینی آپشن انتخاب میکنم و بعد از او نیکس میگم. وقتی که نیکس انتخاب کردی در اینجا چندین آپشن دیگه است. در اینجا از پیش ما ای را پرسان میکنه که بیادر امی برنامه کویک بوکس تو دم یک کامپیوتر استفاده میگین یا با استفاده نیچور توی را با دیگر را هم شیر میسازی، یعنی شریک میسازی دیگر را هم از استفاده کنم. ما برش میگم I will be using کویک بوکس on this computer only و بعد از او نیکس انتخاب میکنم. در این قسمت از پیش ما شما لایسنس نمبر و پروڈکت نمبر میخواه. لایسنس نمبر و پروڈکت نمبر در خود فولدری که ما شما فایل به نام سیتاپ داشتیم در اونجا وجود داره. ما میم باز می کویک بوکس سیتاپ باز میکنم و داخل از او میریم بالای کویک بوکس انترپرایز سولوشن 2015 سیتاپ دبل کلیک میکنم و در اینجا شما ببینید یک فولدر دیگه است به نام کرک. کرک اینو که دبل کلیک کنید شما داخل از یک فایل نوت پد است به نام سیریال، ای را دبل کلیک میکنم. وقتی که ای را کلیک کردین در اینجا شما ببینین اونمو لایسنس نمبر در اینجا وجود داره و به اون شکل پروڈکت نمبر هم در اینجا وجود داره. ما اینمی لایسنس نمبر هم تو سلیک میکنم
بعد از او رایت کلیک میکنم ای را کپی میکنم و یا از کیبورد کنترل سی را میگم و در این قسمت در بخشی لایسنس نمبر رایت کلیک میکنم و او را پیست میکنم که کلش وجه کپی شود و به مو شکل این همی پروڈکت نمبر را خودم دیجه نوشته میکنم نوشته میکنم که 7, 3, 4, 5, 3, 6 و بعد از او نیکس انتخاب میکنم وقتی که نیکس انتخاب کردم ویندوی دیگه که میاد صفحه دیگه که میاد دیجه برای ما مجای جایی را نشان میده که به او خودی برنامه QuickBooks نصب میشه یعنی انستال میشه به شکل عادی به شکل نرمال بای دیفالت هر برنامه که ما شما در کامپیوتر نصب میکنیم مستقیم در درایو سی ثبت میشه انالی اینجا شما اگه متوجه باشین آدرس یعنی لوکیشن نصب برنامه QuickBooks که هستن در درایو سی در کامپیوتر ما شما در درایو سی در پروگرام فایل یک فولدر دیگه است به نام اینتیوتس دوجا QuickBooks Enterprise Solution 2015 اونجا چی میشه؟ نصب میشه اگر تو میگی که نه ما این جای خوش ندارم و یا میگی که در درایو سی ما کس سپیس نیست جای نیست میخواید ایره در درایو دی ثبت کنی یا کدام جای دیگه ثبت کنی بالای براوز کلیک میکن و جای دیگه که مثلا ما او را انتخاب میکنیم از طریق او را انتخاب میکنیم و بعد از او اوکی میگیم پیش میریم ما میگیم نه اینمی لوکیشنی که خود کامپیوتر برازی تعیین کرده ایتس اوکی صحیح و ما نیکس کلیک میکنم که پیش برم خب بعد از او که هست اونمو لایسنس نمبر و پروڈکت نمبر و بای دیفالت لوکیشن از این خودی برنامه QuickBooks که در کامپیوتر ما نصب میشه برای ما خودی می سیت اپ برای ما میاره که بیادر اینمی لایسنس نمبر تا سین این پروڈکت نمبر هستن و ای که هست دیفالت لوکیشن برای نصب برنامه QuickBooks هست اگر در این دایی چیزها بر ضرورت میشه و تو کار می داشته باشی از بکارت میه از یادت نره اگر تو میخوای که از یادت نره ای را پرینت کردن میکنی و اگر نمیخوای پرینت کنی انستال کلیک کن که جمعی خودی نصب برنامه QuickBooks در کامپیوتر ما شما چی شود شروع شود ما میگیم این برای ما ضرورت نیست و ما میخوایم که خودی برنامه QuickBooks در کامپیوتر خود نصب کنم خب به اینجا ما بالای انستال کلیک میکنم و نصب برنامه QuickBooks در کامپیوتر ما شما بخیر آغاز میشود به خاطر از اینکه امی نصب برنامه QuickBooks که هستن یک ذره طول میکشه و زیاد وقت کار داره ما امی ریکارد QuickBooks را پاس میکنم و در اخیر پس او را ریزیوم میکنم به خاطر از اینکه شما هم خسته نشین و ریکارد هم که از طولانی نشه خب دوستان تقریبا برنامه QuickBooks نصب شده خب وقتی که برنامه QuickBooks در کامپیوتر ما شما نصب شوه یا ما شما برنامه QuickBooks دفعه اول در کامپیوتر خود نصب میکنیم در روی دسکتاپ به این شکل دو فایل میاد یکی از یکی از به نام QuickBooks فایل منیجر است و دیگه یکی از QuickBooks Intuit QuickBooks Enterprise همی سلوشن است ما شما اینمی فایلش کار داریم اگر کمپانی QuickBooks باز میکنیم دو کار میکنیم فقط این فایل منیجر است یکی از اصلی برنامه QuickBooks اینمی است تمام کار ما شما که از داخل اینمی برنامه میباشه اینمی فایل میباشه خب این بود نصب برنامه QuickBooks که شما دیدین انشالله که در درسای بعدی ما شما بخیر جور کردن کمپانی در برنامه QuickBooks هم میخوانیم شاید یک تعداد اشخاص پیشتون پرسان کنه که وقتی که ما شما برنامه QuickBooks در کامپیوتر نصب کردیم بعد از او که اولین کاری که ما شما در برنامه QuickBooks میکنیم چیسته شما برش در مقابل سوالی زو میگین که جور کردن این کمپانی خودی امی QuickBooks هست مثل فایل ورد و اکسل والی نیست که شما هر وقت بخواین بدون از اینکه مثلا شما دو یک کمپانی چیز جور کنین یک فایل جور کنین داخلی برنامه شده میتونین اگر ما شما میخواییم که داخل برنامه QuickBooks شویم ما شما باید اول کمپانی خود جور کنیم و با استفاده اونمو کمپانی ما شما میتونیم داخل برنامه QuickBooks شویم خب برنامه QuickBooks نصب شد و انستالشن برنامه QuickBooks خلاص شد و در اینجا برای ما یک تبریکی میتا Congratulations QuickBooks has successfully installed it دیگه آلی اگر تو میخواین یا ما شما خواسته باشیم که برنامه QuickBooks را باز کنیم بالای Open QuickBooks را کلیک میکنیم خودی برنامه QuickBooks برای ما باز میشه این بود دوستان نصب برنامه QuickBooks